این انفورمیشن و اطلاعات رو میده که مردم دوچار خطا نشن، اگر شدن احیانا چجوری واقعا رفع کنن، خیلی خیلی مهمه و ما احتیاج داریم به این اطلاعات و فکر میکنم که در هیچ کلاس ما نتونیم این رو به دست بیاریم. هم ما استفاده میکنیم، هم بچه ها هم استفاده میکنن. We cannot find any class like this information they gave for زبان انگلیسی به طور رایگان برای خودشالان و سنیرها و فرزانگان هستن. یه لیستی ما در ورودی اونجا گذاشتیم، اسمشون رو بنویسن برای این کلاس ها شرکت بکنن و از وجود این معلمین خوب ما استفاده بکنن. بسیار ممنون. Good evening. Actually, as you know, the PAYBAN is a non-profit organization that provides English class for senior citizens. And we have a class every Saturday, every Sunday from 10 o'clock in the morning till 1 o'clock in the afternoon in the Anza College, room L. 61. با سلام، همونجور که میدونین پیمان یک سازمان غیر انتفاعیه و کلاس های انگلیسی داره برای فرزانگان که افراد 50 سال به بالا رو میگن فرزانگان، و این کلاس ها روزای یک شنبه در کالج دیانزا در اتاق 61 F61 اتاق 61 برگزار میشه. There is no fee for this class, the free class for senior citizens. و این کلاس های شهریه نداره و به صورت رایگان هست برای فرزانگان. Just now we have only one class, but we have planned and we are in process of dividing it into two classes. الان در حال حاضر ما یک کلاس داریم، ولی این قصد رو داریم که کلاسمون رو دوتا کنیم، دوتا کلاس برگزار کنیم و احتمالاً یکی برای افرادی که مبتدی تر هستن و یکی دیگه برای کسایی که انگلیسیشون یه مقدار بهتر. And we are using the Living English Basic Skills for the Adult Listener by Betsy J. Blosser for this book. This is a very good book that we have chosen. ما یک کتاب انتخاب کردیم که اسمش Living in English، یعنی زندگی روزمره انگلیسی که شما احتیاج دارید برای زندگی روزمرهتون. و این کتاب رو ما انتخاب کردیم که کتاب خیلی خوبیه و بیشتر برای همون افراد مسن‌تر هست که بخوان انگلیسی یاد بگیرن. Okay, this book covers everyday conversation, which consists of this subject. The first one is greeting. این کتاب مکالمات روزمره رو در بر می‌گیره و موضوعات که اینجا الان راجع بهش صحبت می‌کنیم در اون حرفه اولیش اون حالت سلام علیکم، چیزایی که شما برای آشنایی، مراسم آشنایی احتیاج دارید بهتون یاد میده که میگیم greetings. The second unit is meal planning and purchasing food. قسمت دوم به این که چجوری خونه پیدا کنیم و چجوری مستقر شیم در شهر جدید. And the other one is at the post office and public transportation. قسم پوشاک هست و اینکه چجوری خانواده برای خرید پوشاکشون موقعاتی که در این قسمت احتیاج داریم یاد بگیریم. And the other one is setting up a budget and using the bank. و فصل بعد مربوط به بانک و برنامه‌ریزی مالی هست. And the other one is buying a car and driving the car. Two of them cover two different sessions. و ما تصمیم گرفتیم که هر هفته دو تا از ما دو تا جلسه، هر کدوم یه جلسه رو درس بدیم و دلیلش این که سه تا میخوای باشیم که اگر احیاناً یه موقع مسافرتی، مریضی، چیزی پیش اومد شاگردامون هیچ‌وقت بدون معلم نمونن.
one of the teachers cannot make it, the other one can cover her or him. She translated before me. All right, I reached to this point. Okay. This way, students get familiar with all of the teachers. We can have more folks because the class will be more alive. That way, we can help each other and go forward from it. اگر بتونیم به دوستاتون لطف کنیم قرار بدین که این کلاس مکالمه وجود داره و به طور رایگان هم هستش، حتما تشریف بیارین، خوشحال میشیم و بتونیم کلاس همون رو یه مقدار زنده تر انجامش بدیم. میرین که دو نفر توی کلاس باشه، بیشتر باشه کلاس، یه خود راحت تر هم برای شاگرد از هم برای مرده. من خواستم آقای دکتر اعلام کردن قبلا، ولی من بازم میگم یه فرمایی هست مال تحقیق راجع به سرطان سینه است که خانمای ایرانی فقط، چون راجع به خانمای مهاجر هست میخوام تحقیق کنم ببینم که چه مقدار تو این خانمها سرطان سینه بوده، چه جوری چک میکنن. چه اگر که بتونین این فرما رو پر کنین برای این تحقیقات خیلی خوبه، چون یه خانم دکتر ایرانی دارن روی این مسئله تحقیق میکنن و خیلی خوبه که شما این فرم